در واقع جدول با توجه به اتفاقاتی که امروز افتاد، تیم شهرداری آستارا برد، ما با خیبر مساوی کردیم و فولاد نوین هم دریست دونست 4-2 شهید قندی از رو مغلوب بکنه. جدول الان فقط و فقط منتظر اعلام رأی کمیته انضباطی به خاطر اون بازی ناتمام در نیمه دوم، یعنی بازی ما با استقلال، بازی ما با تیم شهید قندی یزد هست. دقیقاً که اگر اون بازی رو طبق قانون با توجه به شرایط و اتفاقاتی که رخ داد سه هیچ ما بدن، ما میشیم تیم اول جدول و تیم خیبر. برای چی به شما سه هیچ بدن؟ بله؟ برای چی به شما سه هیچ بدن؟ به خاطر اینکه بازی تو شرایط عادی ادامه پیدا کرد، بازی اینقدر بدون مشکل انجام شد که داور یک کارت زردم در نیمه اول خرج نکرد. وقتی دو تیم در راه بازگشت به رخکنها بودن تو دالون راهرو ورزشگاه تختی اهواز، مربی ما با سرپرست حریف دچار درگیری میشن، یه زد و خوردی میشه و در نهایت همونجا هم تمام میشه. بازی که تماشاگر نداشت، یعنی بازی تو شرایط بسیار ایدئال بود. بعد از 15 دقیقه ما برگشتیم داخل استادیوم، یعنی در زمین بازی، داورا اومدن، کمیته برگزاری هم اومدن، اما بعد از فکر میکنم حدود 79 یا 89 دقیقه تیم شهید قندی از راضی به ادامه مسابقه، یعنی اومدن به زمین نشد. درسته. در نهایت آقای اومزی، حالا دوستان من باز تلاش میکنن هم سرپرست شهید قندی هم سرمربیشون رو بگیرن. این دوستان میگفتن که اولا تصاویر ما هیچ نتونستیم نشون بدیم، فقط سرپرست نبود، یه عکس هست، اگه عکس رو میتونیم نشون بدیم، حالا هم ناظر محترم اینجا هستن هم تایید کننده اون، اگه اون اکثر هم بتونیم نشون بدیم هم آقای هرمزی بگم چه اتفاق افتاده. فقط سرپرست هم انگار بازیکناشون هم کتک زده بودن. آقای هرمزی شما تایید میکنید؟ من خدمتون عارضم که مربی ما با سرپرست حریف درگیر فیزیکی میشن، که این درگیر فیزیکی منجر به ورود دو بازیکن از اونا به دو بازیکن از ما شد، که من خودم وارد شدم و کلن درگیر و درگیری یا او به اخلاقی هایی که انجام شده خودم یه کشیده زدم به مربی و کلن قضیه خوابید. تمام شما با هم کشیده کار در آوردید؟ اصلا این بحثا و این مباحثی که پیش اومد یه سری تصاویر من آقا الان اگه بچه فیکس مرسی از فیکس فریم این بچه آقا، این آقا سرپرست شهید قندی هستن. بچه بس میشه فول بریم؟ آقا مرسی. اینو که شما نزدید کدومش؟ من تصویر رو باید ببینم کدومو زدید بگید اونو. نه الان فکر کنم شهید سرپرست شهید قندی هست هستن ایشون. الان تصویر رو دارید آقای؟ تصویر از طریق موبایل در الان جلو منه. من یه سری تصاویرم فرستادم اما الان تصویر نیومده بالا که من ببینم. آها درسته. غیر از سرپرست تیم شهید قندی چند تا از بازیکناشون هم چون عکس انداخته بودن که مصدوم شده بودن، یعنی البته بین دو نیمه میخوام بگم کتک کاری شده. شما میفهمید شرط عادی کارت زد خرج نکرده بود داور، درست، ولی کتک کاری بین دو نیمه رو که دیگه نمیشه چیز کرد، کتمان کرد. البته آقای میساقی ایشون سرپرست تیم شهید قندی یزدن. البته آقای میساقی 8 بازی ما پخش مستقیم بوده، توی 8 بازی ما جان بله ایشون سرپرست تیم شهید قندی یزدن، میگم ما 8 بازی ما پخش مستقیم بوده که در این 8 بازی ما یک مورد اخلاقی و انضباطی نداشتیم. در نتیجه وقتی که نداشتیم خود اتفاقی رخ نداده، یعنی ما اتفاقاتی نداشتیم. درست تیم ما به لحاظ مظلومیت و فقر سر تا پای تیم فرا گرفته، اما ما تیمی هستیم که به لحاظ مالی اگه ضعیف هستیم قبوله، فقیریم ولی حقیر نیستیم. آقای هرمزی موضوعاتی هم که پیش اومد، من میدونم ساخت پرداخته کارتل های رسانه قدرتمند یزده، چرا؟ پس چرا ما یه فیلم ندادیم بیرون؟ آقا امروز شما شاید کتک نخوردید، زدید. چرا امروز دقیقاً صحنه های آسیب دیدگی مدیر رسانه‌ایم و مربی تیم عباس لطیفی رو فرستادم خدمت یکی از مسئولین شبکه‌تون. امروز من اینا رو ارسال کردم. الان دوستان اگه داشته باشن همین الان ما تقدیم می‌کنیم، ضمن اینکه یه عکس هم هست، عکسی که بچه‌ها از تک تک بازیکن‌ها دارن، اگه اونم نشون بدم من به آقای هرمزی بگم خدمت آقای هرمزی یه نکته. این عکس هست که 3-4 تا از بازیکن‌های شهید قندی از هستن که گفتن آقا ما بین نیمه گفتن این شرط پیش اومده ما دیگه بازی نمی‌کنیم و حضور نیروی انتظامی هم مثل اینکه کم بوده، 2-3 تا نیرو بیشتر نبوده آقای هرمزی توی استادیوم. من تصاویر رو ارسال کردم جناب آقای میساقی خدمت برنامه‌تون که حداقل 9 تا افسر رسمی نیروی انتظامی در ورزشگاه بوده و به اضافه فرمانده یگان امداد
نیروی انتظامی استان خوزستان. الان تصاویر خدمت شما هست. به نظرتون کافی بوده برای برگزاری مسابقه؟ بله، ما امروز بازی داشتیم با خیبر در خرم آباد. بازی به این مهمی تقریبا میشه گفت شاید یکی دو تا نیرو از نیروهای ما کمتر بودنه. خب این چند نفرشون لاقل میبادن جدا میکردن شما این کتک کاریه رو بین دو نیرو نظرم جمع کردن. آقای میساقی، کل این جریان ظرف چند ثانیه بوده، یعنی شاید به 30 ثانیه 40 ثانیه رسیده. خب الان شما انتظارتون اینه که سیج کنم به نفع شما؟ 100% اگر ریاست و محترم کمیته انضباطی، ریاست و محترم فدراسیون ورود نکنن و سیج ندن، این یک اپیدمی در فوتبال کشور میشه و تمام تیم ها بین نیمه، قبل بازی، بعد بازی، بازی ها رو تعطیل میکنن به دلیل واهی و مشکلاتی که اعلام میکنن. خیلی هم واهی. من الان در تصاویر چیزی که میبینم یه دماغ حداقل اومده پایین، چیزی که اتفاقا دماغ او کسی که دماغشون پایین، دماغ مربی ماست. تصاویری لطف کنید نشون بدین. الان تصاویر رو نمیدونم به دست بچهای ما رسیده، الان به من بگن تو گوشی تصاویر دوستان عزیزمون عکس فرستادن، مثل اینکه عکسی که دوستانم فرستادن توی استقلال ملاسانی، اگه بتونن پخش بکنن. خب شما میگید هر دو سمت یعنی مضروب شدن. آره، ولی بازی که تو بین نیمش اینجوری بشه آقای هرمزی نرمال نیست فضا، شما اینو بپذیرید. شما الان میگید که آقا اینا نیومدن نیمه دوم بازی کنن. من کاری ندارم، ولی کمیته ذاتی هر نظری بده، ولی قبول کنید که شرایط نرمال نبوده. من موافق این هستم که اگه شرایط نرمال نباشه، امنیتی برقرار نباشه، هیچ بازی برگزار نشه. من میگم تیم داوری وقتی میاد جهت برگزاری نیمه دوم و تیم برگزاری مسابقات جناب آقای آموزگار ناظر محترم بازی‌های بزرگ فدراسیون فوتبال میاد که میگه بازی رو برگزار می‌خوایم بکنیم و شما بیاید، و تیم شهید قندی رو دعوت می‌کنم به اومدن. جناب آقای شفی خودش زنگ میزنه به تیم شهید قندی آقا بیاید برای برگزاری، میگن ما نمیایم. آقای میساقی قبول کن پشت قضیه موضوع دیگر. حالا جالب، خودشون باید دوستانم تو شهید قندی از تیم شهید قندی از میومدن دفاع میکردن در واقع از شرایط تیم خودشون، که حالا این فرصت رو تیم استقلال مولاسانی داره تا ما زمان مناسبی رو به نظرم بهشون دادیم، اونورم باید شهید قندی از میومد صحبت میکرد. الان بقیه تیم ها معطل این رأی کمیته انضباطی موندن آقای هرمزی. الان خیبر خرم‌آباد، الان تیم آستارا، حالا حسن اشتهیر هم بچه‌ها محبت کنن بگیرن حسن اشتهیر سرمربی تیم آستارا رو که بیاد پشت خط. الان تمام تیم منتظرم ببینن رأی کمیته انضباطی چی میشه تا تکلیف تیم اول دوم مشخص بشه. دقیقاً ما الان اگر رأی کمیته انضباطی به اون اعلام بشه، خب قطعاً دارم بگم شما هم بدونید، البته شما محبت کردی قبلا از تیم ملاسانی صحبت کردین، شما تیم ملاسانی رو قطعی لیگ یکی بدونید، یه تیمی از خطه فقر و مظلومیت در خوزستان، یه تیمی که اولین بار اسمش مانیتور شده در فضای فوتبال کشور، و شما شک نکنید این تیم مسافر لیگ دست اوله. اما قبول دارم رأی کمیته انضباطی باید هر چه سریعتر صادر بشه. من یه چیزایی من شنیده بودم که شما هم نمیدونم به گوشتون خورده یا نه، که بازی از دقیقه یعنی نیمه دوم بازی یه جایی بی‌طرف تکرار بشه، شنیدید شما؟ نه اصلا نشنیدم، مگر میشود همچین چیزی؟ آقا دقیقاً قضیه پرسپولیس و سپاهان یادتونه که؟ بله همون اتفاق افتاده، همون، اما اون شکلش طوری دیگه بود، شکل ما طوری دیگه بود، شکل شما یه ذره خونریزی داشت. آقا من میگم بین دو گروه من تصاویر زنده فرستادم، من یه سری تصاویر فرستادم که فقط ما داشتیم، دوربین صدا و سیمای مرکز خوزستان داشت، که اونا رو ارسال کردیم خدمتتون که الان اگر اونا رو نشون بدید دقیقاً متوجه آگاهی مردم خواهید شد. دقیقاً. آقای هرمزی خیلی متشکرم از شما. حالا اگه آقای اشتهیری نکته‌ای داشته بچه‌ها نکته‌ای داشتن، من ممنونم که شما به لیگ دو پرداختیم، به تیم ملاسانی و در نهایت به جایی که فوتبال باید بهش رجوع بشه و تا الان نشده. دمت گرم آقای میساقی. مخلص شما، خسته نباشید. شب شما بخیر. خدا حفظی می‌کنم آقای هرمزی عزیز.